سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم چینل جاور استار. امیدوار هستم دوستان عزیز هر جایی که هستین تنتون سالم باشد، وقت خوشی داشته باشین. دوستان عزیز، طبق برنامه قبلی که ما یک برنامه کمک رسانی به نیازمندان داریم، امروز هم در یک از خریجات جاوری هستیم در کنار یک از دوستان عزیز نازنین ما که مستحق کمک هستند. البته مشکلاتشان از خودشان میپرسیم که زندگیشان چگونه میگذرد، چی مشکل دارند و از چی بابت ما اینا را شناسایی کردیم که مستحق و کمک و یک خانواده نیازمند هستند. انشاءالله که تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوست عزیز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مانده نباشین، امیدوار هستم خوب باشین، زنده و سلامت باشین. لطف کرده خود معرفی که نام شما چیه؟ نام من لیاقت. لیاقت علی. آره. لیاقت علی قسمی که دوستا به لزمو توضیح دادن که معلومات مختصر در باره شما داد که لیاقت علی یک شخصی هست که در مریضی شکر مصابه که متاسفانه دو سه سال میشه که اصلا نمیتونه کار کنن. خب جریان زندگی رو من میخوایم از شما پرسان کنم، تکلیف اصلیشون چیه؟ آیا شکر یا کدام تکلیفی دیگه هم داره؟ شکر، یعنی 7 سال میشه من شکر برو. یعنی 7 سال میشه که شما دچار مریضی شکری. خب چطور اینقدر حاد است که نمیتونین کار کنین؟ نه نمیتونم کار کنم. یعنی چی دکترها گفته کار نکنین؟ نه تواناییش تواناییش ندارم. خب چطور پیش دکتر نرفتین، دوایی ندیدین خود خود که مشکلشون حل شده؟ کابل رفتم پیشکاری خدیده دیگه، 7 سال میشن دو پیشکاری نم دیگه، دیگه او پیشکاری میکنن کار ننه دیگه، سر زوم دیگه اینه پای مایم بله زخم شده، زخم میشه جور نمیشه چه این سوجیم کسی بسته از این مال که تو خیلی بسته از زخمه سیاه های بخی این ایتر اون دلیلش هم اون مرض شکر است که زخمه آه اون فشار که بال رفت اون توشنگی میشه روشن یعنی زخمه هور میاد این ایتر سیاه میشه. خب یعنی شما همیشه دوای استفاده نه باید دوای استفاده کنیم؟ آره دیگه اینزی دونه اینزی دونه تلخ بچم دانش سکل هست از این بخشم رین از غزنی. خب آره این بلد شکر یعنی خوب. خب قسمی که من مینگرم اینجا گولی هم از پیشم آره دستگاه هست این موشه بگینی چی دستگاه چی برای چی دستگاه شکر یعنی دکتر بلدشون دیده آه این همراه ازی به حساب شکر خب تست مانیم چی آه این بلد چی موقعی سوزنشه و این تست مانی یک کسی میزان شکر شروع آره. تشخیص میده که تا چی میزان به چه حد آره نشان میده ولی مگه که روز نشان نمیده دیگه ویال مو استفاده دی این کسی سوزن شیه دیگه خب ای خونی از این استفاده دی درسته آه. باز این چیه یعنی داخل از این پاکت چیه؟ این گلیه ای گولی هست که مخصوص برای شکره؟ آه مخصوص برای شکره. دیگه چیز دوا به غیر از گولی دیگه چیز دارو استفاده می کنی؟ چیز دوا استفاده می کنی؟ پیشکاریشی فعلا تمام شده. یعنی پیشکاری هم هست که باید پیشکاری؟ آره پیشکاری هم هست. خود چطور وقتی که تمام شده پیشکاری باز دوچاری مشکل نموشین پیشکاری وقتی نکنین خود را؟ چرا موشی؟ خب چرا خود یعنی نو فعلا یعنی از بار نزی مرزی آوردن از کابل خو خو آه کابل قرنطینه چیزا آره نرفته دیگه اون درسته. به خانه چند نفر است؟ یعنی عیال داریشون چه رقم است؟ آیا متأهل مجرد جریان زندگیشون چه رقم است؟ عیال داری 6 نفر است دیگه. در خانواده خودشون 6 نفر؟ آره 6 نفر هست. یعنی شما خانم دارین درسته؟ آه بازی 4 نفر دیگه یا خود هست یا خانومی هست؟ 4 دیگه اولاد دارین؟ آه 4 دیگه کوچیک کوچیکه. دختر هم بچه هم؟ آه 3 شی دختر هم یک بچه هم. چند سال هستی دقیق برای شما خو معلوم هستی؟ 7 سال 8 سال خب تا 12 سال هست. خب کتش مکتب مورن؟ سنسی آره سنسی دو یا یک دنیشی خب
خوب است انشالله، کوشش کن که بچه‌اش مطمئن مکتب بره انشالله. چطور است وضع؟ خب گفتین که کار نمیتونین، درسته؟ کار نمیتونیم. خرج خانه را از کجا آمونین؟ چی رقم مهیا آمونین؟ چی رقم پیدانین؟ خب خانه از به آرد داره، روغن داره، اگر چیزهای دیگه خب داره، زیر نمیستش که کمک مردمی دیگه، اما ره اما یک چیز نیست مردم بروم نمور میدیه. و تو چند ساله فعلا؟ ما چند ساله؟ 36 سالیم. 36 ساله. آره پدر مادر حیاتن؟ آره هستن. خب اونا چطور؟ نزدیکایشون من میتونم برایشون کمک کنه یا نه؟ نه کمک مبک نه نه این وام وضعیت اقتصادش خوب نیست؟ نه وام دو بچه دیگه شم چنان واش خوب نیه. خب ری از مکتب تره یک دیگه قنجره خوش چه اونجا. خب دیگه تو یعنی جدایی از پدر مادر هستی؟ ما جداییم. ما جداییم. همراه دونه یک جایی نیه دیگه؟ نه یک جایی نیه. یا خطلی بچه هایت فیلن کجایی؟ ما نمیگرم در خانه کجایی هم فیلن ما رفته دنبال یک لغمنان یک تودمود میچینه. ای اولاد کلانت بچه یا دختره؟ دختره. دختره نه؟ ره. خود دختر خو خود نمیتونه متاسفانه کار کنه. نه بچه همون بود 12 ساله 13 ساله میتونست اگر دیستش اگر جای بند مکرده شاید میتونست یک کمک کنه. بعد کدام خیشاوندهایی که در خارج باشه یا جاهای دیگه که وضعش خوب باشه بیتونه همراهشون کمک کنه، دستیاری کنه شما را؟ کدام کسی نیست ایرخم؟ نه نداریم. با زمین ممین چی رقم که بیتونین یک مقدار از طرف زمین شما کمک شونیم؟ زمین چیزی بکارین که بیتون حاصلش بگیریم؟ پن درو درویم جگه خوانم نمایه اک تقسیم کنه فعلا فعلا تانا آتم مخره اک تقسیم کنه قدر قف خوانم نمایه. خب ره درسته. پیش از اینکه صحتمند بدین حتما کار مکردین؟ چیز کار مکردین؟ چی مصروف چیز با تهران کفتوزیم کار کدوم؟ این ایران هم رفتیم؟ ایران رفتم. اره اما آدم در خانه در خانه آمادم از وقتی آتم که تو خانه خونده که دیگه لاله تو از تو بهتر تره او باره سرار بگره از وقتی ما که نینجی من دوم در سرک دو سال در سرک کار کدوم یک سال اشپزی کدوم پیشی انجینیر او گو بود یعنی کار سرک رو که میگرفت ای سه سال یک سال دیگه اونجا چقای دقانی میگرفتم دیگه اینو دی در خجور آمادم از اوی چاده او چا آوم کردم از اوی چاده او چا آوم کردم پیش دکتر نصرت رفتم او گفت تو باره اتفاق کلینیک اونجا رفتم که گفت تو شکر تو بال رفته چطور چپه نشتی آخه خواه او گفت شکر تو بال رفته اینه افت سال میشه این دفترچه بیمه ما او افت سال میشه اینه با شکر رو اینال ره اینه سه سال میشه دو سال میشه دو سال میشه باید از پیچه میچه باید من دوم سینستو این دیشوشته نمیتونستم بورم این تایق لگدم رفتم این ها کم امزی تلخک ار خیلی تلخ بود ما خوردم این چیزای تلخ خوردم کم سرالم دوم موتور سوره نمیتونستم برو برو نمیتونستم این تایق لگدم رفتم. خب یالم ایتر که دوا مصرف مونی ایتر حس نمونه که خوبتر شده موری یا نه فرق نمونه یا بدتر شده موری؟ این همین سال پار سال قید توت موتو مخوردم بدتر شده مو رفتم همین سال شخ پریز کدوم خوبتر شده. خواست دکترها پرسان نگیدین که رای حل از ایش چیه؟ باید چیز کار کنین که خوب شده سرخواه شده بیتونی کار کنین؟ دکتر که ماری میگه ورزش کو و صبح وقت تو ورزش کو پرست کو دیگه یه امکان نداره یه امکان نداره که قابل چیز باشد ای دوایشون او پیشکاری کن پیشکاری تا عمر تیه پیشکاری کن عمر او تو شخصتانه نه که باید جور کنه اون پیشکاری باید خطا نباشد. این مال ما فعلا پیشکاری هم بله فعلا پیشکاری هم خلاص شده. خب
بعد خب دوا خب مفت فکر نکنم در دسترشون قرار بگیره، حتما در پیسه میگیرین. پس پیسیش از کجا آمونین، از کجا مهیا آمونین یک پیسه؟ خوار ما اونجا بیچاره امو رینه خواه خواه آه ده کابل خوار ما مو قد دو زوزات خو و امو امو بخشه مر دوای مر فعلا امو دیده کت دوای تمام دیم این خانه که میشین از خود چی مایی از کسی دیگه یه؟ از کسی دیگه یه خواه این خانه از خود خود ندارید؟ نه خانه ندارم جگهش هم ندارم کم جور کن خواه ولی خواه خواه یک کمک زمی یک کمک زمی دارید اون در لب جلگه یک لب جلگه جور کنی او پیش کم عمره این درخواست کمک نکدین دوستان کسایی که در این قسمت ها کار مونه، بعض دوستا هست یا در مؤسسات کوید یا در جاهای دیگر دست کنش کوشش نکید افرادای مثل شما را تحت پوشش قرار بده و برایش خانه جور کنن؟ شما این دادخواست نکدین لا از کسی که بتونه برایش خانه جور کنه، مشکل خانهش حل شده؟ جور نه یک دنه این دنه ای دور رو بخشم دی جور کده یک دنه رو نه نه بلده شخص خود تو خود نه دادخواست بخشه نکدین؟ خود خود ما فعلا کس را ندرو خواه آره خواه خواه از دوستایی که اگر خواسته باشه کدام کمک بلدش میکنه چی گفتنی دارین برزون؟ چی درخواست دارین؟ مشکل اصلی چیه؟ چی میخواین؟ والله گفته نمیدونم دیگه چیز دوا ما باید کمک نه یک بله 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 آرد مارد ندروم اینور کمک نه کوبه دوستان عزیز و نهایت محترم، طبق برنامه قبلی که شاید برنامه قبلی ما رو هم شما دیده باشین، ما خانواده هایی که سرپرست نداشت کوشش بگردیم اونا رو شناسایی کنیم و کمک های شما دوستانی که از جاهای مختلف برای ما میفرستادن خدمت از اونا برسانیم، که واقعا جا داره از بعضی دوستایی که در قسمت دست این خانواده های نیازمند گرفتن و مبلغ کمک کردن. البته از اون کمک های قبلی یک مبلغ 5000 افغانی پیش ما مونده که ما خدمت محترم لیاقت علی تسلیم مونیم انشاءالله که بتونه یک مقداری برشان کمک شنن. لیاقت علی جان اینم یک 5000 پیش ما فعلا مونده خب؟ دست در انشاءالله تقدیم حضور شما مونیم. دست باز در اگر دوستا خواستن که برای شما کمک کنن دیگه ما کوشش میکنیم که کمک های دوستا رو هم حتما برای شما برسنیم خب؟ دست یعنی در هم نه ما حساب بونم خدمت شما این 1000 افغانی این هم 2000 افغانی این 3000 افغانی این 4000 یعنی 5000 خدمت مبارک شما انشاءالله که بتونه چند روز محتاج و مشکلات شما رو حل کنه. دست و در باز نه هم از شما دوستان عزیز و نهایت محترم عاجزانه خواهش می‌کنیم که دست از این خانواده های نیازمند بگیرید. لیاقت هم جزی از اون خانواده هایی هست که کارگر در خانه نداره. متاسفانه قسمی که شما از زبان حال خودشان شنیدین که در خانه از سرپرست خانواده خودش هست که متاسفانه پایش مشکل داره، پایش مشکل داره، راه رفته حتی راه رفتن استاده برش سخته، چی بابا کار کنه. واقعا نیاز به یاری و کمک شما دوستان خیر و خیرخواه دارن. امیدوار هستم که کمک های خود را، کمک های انسان دوستانه بشر دوستانه خود را از اشخاصی مثل لیاقت علی دریغ نکنید. اگر واقعا میتونین کمک کنین حتما دست لیاقت علی و امثال لیاقت علی که واقعا در هر قریه ما متاسفانه که میبینیم میشنویم هست، زیاد هسته که میتونین شما با کمک های بشر دوستانه و خیرخواهانه خود دست از این نیازمندا رو بگیرین که اینا بتونن یک چند سبایی که در دنیا زندگی میکنن زندگی خوبتری را تجربه کنن. من مطمئن هستم که بیشتر شما دوستا این امکان برای شما هست که البته مبلغ زیاد اگر نتونستین مبلغ کم هم برای این خانواده ها اختصاص بدین، کمک کنین، هیچ وقتی کمک شما ادر نمونه، ان شاءالله دست از این خانواده رو بگیرین تا یک ثواب معنوی حاصل شما شه. من مطمئن هستم دوستان عزیز شما میتونین با همون مبلغ کم کمی که در یک صندوق که در خانه دارین، حالا روز یک دلار کمتر زیادتر، به خاطر از اینکه دست یک نیازمند بگیرین و به عنوان صدقه داخل از اون صندوق میندازین، اگر همون هم یک ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد جمع آوری کنین، من مطمئن هستم که مبلغ قابل ملاحظه میشه که واقعا میتونه یک برای یک ماه دو ماه مشکل مثل لیاقت و امثال لیاقت که واقعا در منطقه زیاد هست، به هر عاقل زیاد هست، مشکل از اینا رو حل کنن. امیدوار هستم که کمک های خیرخواهانه خود از این خانواده ها دریغ نکن. شما را به خداوند بزرگ یک امانت میکنم. خداوند یار و نگهدار شما. خدا حافظ.